اداره پست و بازدیدی که صورت گرفته از سوی وزیر ارتباطات از اداره پست امروز صبح جلسه با مدیران این اداره انجام شده و همکار خبرنگارمون خانم نوروز بیگی در آنجا حضور داره. سلام به شما. سلام به شما همکار محترم و شما همراهان شبکه خبر. لحظات قبل جلسه وزیر محترم ارتباطات با مدیران ارشد پستی کشور در مرکز تجزیه و مبادلات پستی به پایان رسید. درباره جزئیات این جلسه با آقای وزیر گفتگو می‌کنم. آقای وزیر بفرمایید که در این جلسه چه مباحثی مطرح شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و جناب عالی همکاران محترمتون. ما امروز در جلسه هیئت مدیره و معاونین محترم شرکت ملی پست حضور پیدا کردیم. میدونید که امروز پست در شرایطی که کرونا حاکم شده در جهان نقش بسیار ویژه‌ای پیدا کرده و بسیار از کسب و کارهای مجازی و اینترنتی، لوجستیکشون، حمل و نقلشون، در واقع بارش به پست اضافه شده. تو این فضا من دیروزم عرض کردم در بازدیدی که از یکی از مناطق پستی داشتم، کار خیلی از بخشا کم شده، کار همکاره ما در شرکت پست بیشتر شده، چون باید به حال بار این کسب و کارهای مجازی رو به دوش بکشن. خب تو این شرایط ما امروز جلسه هماندیشی داشتیم با همکاران عزیزم در شرکت ملی پست که چجوری میتونیم کیفیت خدمات رو در شرکت پست ارتقا بدیم و انشالله پستی هوشمند داشته باشیم در کشور که پیشتاز ارائه خدمات با کیفیت به مردم باشه. در مورد متنوع کردن سبد خدمات پستی صحبت کردیم. ظرفیت قانونی وجود داره که پست به نیابت از مردم بعضی از کارهای اداریشون رو انجام بده که این رو داریم فعال میکنیم. استفاده از فناوری‌های جدید امروز مورد تاکید قرار گرفت در چرخه قبول، رهسپاری و توزیع و مبادله و تجزیه محصولات پستی باید مورد توجه قرار بگیره. بحثایی مثل داده محور کردن تصمیمات که نتیجهش میشه برای مردم این که وقتی بسته پستی رو تحویل میدن، غیر از رهگیری که همین الان وجود داره میتونن به شکل برخط انجام بدن، بهشون گفته بشه که محصولشون الان کجاست، بهشون اطلاع رسانی بشه، تخمین زده بشه که الان محصولشون کی احتمالاً دستشون میرسه، بعد از اینکه دستشون رسید ما ازشون بازخورد بگیریم، رضایت داشتید نداشتید. و عرض بزرگواری که استفاده از ظرفیت فناوری در داخل خود شرکت پست که بتونیم برای تجزیه، برای مبادله به شکل کاملا هوشمند، ماشینی و بدون دخالت انسان سرعت کارها رو در شرکت ملی پست افزایش بدیم، در این حال که دقت رو هم در کنارش خواهیم داشت. ممنون آقای وزیر. خانم شریفی مقدم اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. زنده باشید. خیلی ممنونم از شما و از آقای زارعپور وزیر فناوری.